به ادامه محور خوش آمدید. سیگار یا بازرس ویژه آمریکا در عمر بازسازی افغانستان میگوید که نیروهای ایالات متحده نزدیک به یک سال می شود که افغانستان را ترک کردند، اما آمریکا تا اکنون نزدیک به 800 میلیون دلار به این کشور کمک کرده است. با این حال کارشناسان اقتصادی میگویند که عدم شفافیت در توزیع کمک های بشردوستانه به افغانستان سبب افزایش فقر در کشور شده است. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی و همچنان سمد کارمند آگاه امور اجتماعی را روی خط اسکایپ و همچنان در اینجا در استودیو با خود داریم. آقای سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. بس با شما آقای یعقوبی آغاز میکنم. قرار گزارش سیگار آمریکا تا اکنون 800 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. این کمک ها از دید شما تا هنوز چقدر موثریت داشته و در کجاها هزینه شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما همکار تکنیکی بیندای عزیز و جناب کارمند سیب. ببینید متاسفانه آنقدر بحث کمک های بشردوستانه و بحث کمک های جان به افغانستان بحث خسته کن و تکراری شده که حتی بحث در موردی که چقدر موثریت داشته، مثمریت داشته، جایی که مستحق بوده واقعا این کمک ها رسیده خیلی دلزده شده. بله. متاسفانه تا کنون دیدم میشه نه تنها کمک های آمریکا بلکه کمک های بانک جهانی، کمک های سازمان مختلف خیریه و مدد رسان به افغانستان تا کنون موثریت خود را نداشته، چون شما میفهمین یک سیستم نظارتی برای تامین شفافیت در این کمک ها تا هنوز دیده نشده. همچنان موضوع های مختلف دیگری مثل نبود تشخیص فقر یا درست معرفی نکردن وضعیت فقر در افغانستان باعث شده که کمک ها موثریت چندان در کنترل وضعیت نداشته باشد. درست است که ما کمک های انگفت به مقدار خیلی بلندی از سوی کشورهای جهان به ویژه آمریکا دریافت کردیم، ولی نه تنها که این کمک ها درست مدیریت نشد و درست در مسیری که باید اوزار تحت مدیریت می آورد مصرف نشد، بلکه هنوز هم در زمینی کمک ها در موازی با این کمک ها یک سلسله استفاده جویی ها و آیفون میل پیدا پنهان هم خبرش بالا گرفته این روزا. متاسفانه دیدم میشه که هر قدر به افغانستان، حالا که صحبت از 800 میلیون که آمریکا میگه، ولی ما فکر میکنیم که اگر میلیارد هم بالا به 2 میلیارد 3 میلیارد هم بریم، ولی با همین سیستم باشه، با همین شیوه و مدیریت باشه، موثریت چندان در کنترل وضعیت نمیداشه. مگر سیستم در میان سازمان های کمک رسان یا سیستم در حکومت مکملا مجموعا کمی همین سیستمی که کمک کننده و کمک گیرنده را در بر میگیره. متاسفانه کمک کننده مسیر کمک رو مشخص نمیکنه که از کدام مجرا وارد شوه، چگونه مصرف شوه، شیوه مصرف واضح نیست. و از طرف دیگه هم انجوا یا نهادهای مدرسان که کمک ها تسلیم میشن که باید به افغانستان به اساس اون پالیسی خودشان که پالیسی هم چندان کارآمد و مفید نبوده در وضعیت توضیح میکنن. ببینین وضعیت فقر که شما ببینین، میزان روزافزون گدایا را ببینین و میزان نیازمندان را که با گذشت هر روز سر و صدایشون بالا میگیره و از وضعیت بد حاد اقتصادی نگرانی بیشتر مطرح میشه، میبینین به این معناست که تا هنوز کمک ها نداشته، موثریت چندان در کنترل وضعیت نداشته. متاسفانه آنچه که لازم بود با در مدیریت کمک ها به خرج داده میشد به خرج داده نمیشه. از یک طرف وقتی که اتهامات به حکومت امارت اسلامی وارد میشه و انتقاد بالای از اونها وارد میشه که حکومت در این زمینه مدیریت به خرج دادن نمیتونه، اونا دلیل دارن که ما دست نظارتی بالای نهادهای مددرسان نداریم و کمک هایم که سوی جهان میه با آدرس ما نمیه و ما در این قبال مسئولیت پذیر نیستیم و پاسخگویی ندارن به این مسئله. بله. و اینجوها یا نهادهای مالی کلان هم میبینین که فضای نظارتی رو یک رقم بند کردن که هیچ رسانه‌ای و هیچ نهاد پژوهشی یا تحقیق تا حال نتونسته شیره و شربت پروسه کمک رسانی. بله. در برخی مواقع دیده شده که ریاست های زراعت ولایات که در ساختار حکومت هستند در توزیع این کمک ها نقش دارند و بیشتر این کمک ها در اماکن ریاست های زراعت ولایات توزیع می شوند. اینجا می شود که حکومت در کل بگید که ما نقش در توزیع کمک ها ببینید نداریم. از مجرایی که کمک می از مجرای اولی یا کمک کننده اولی که کمک میکنه با آدرس حکومت امارت اسلامی روان نمی کنه، ولی وقتی که وارد افغانستان میشن با اکتداد نهادهای مددرسان یا اینجایی که نقش رابط میان کمک کننده و کمک گیرنده را اجرا میکنن، اینا با مجبور میشن به اساس اونمو وضعیتی که در ولایات وجود داره، بر اساس اون فضای تنگی که وجود داره، بر اساس محدودیت‌ها که در قسمت مشکلات امنیتی وجود داره، مشکلات مدیریتی وجود داره، اینا مجبور میشن که از حکومت امارت اسلامی همکاری بخوان و بالاخره دست وزارت زراعت و ریاست‌های وزارت زراعت در ولایات به این مسئله باز میشه و در کمک رسانی دخیل میشه. ولی اگر اشتباهی هم از این کمک رسانی رخ بده، وزارت زراعت یا ریاست زراعت در این مورد پاسخگو نیست و ما اونا فقط نقش تسهیل کننده یا امان کننده را بازی میکنن. ولی چگونگی تشخیص فقرا، چگونگی تشخیص وضعیت، چگونگی تشخیص مستحق واقعی هنوز نه از طرف حکومت امارت اسلامی رویش کار شده، نه از طرف نهادهای مالی کلان و نه از طرف اینجوری که فعلا در داخل افغانستان مصروف کمک رسانی هستند. شما ببینید من وضعیت رو طوری میبینم، حتی چشم دید خود را طوری دارم که کسایی که واقعا نیازمند نیستن امروز از کمک ها مستفید میشن. این نشان میده که هنوز در شناخت فقر در افغانستان مشکل وجود داره، در اولویت بندی فقر در افغانستان مشکل وجود داره. فرض کنین سطح نیاز فقرا مختلف است، سطح نیاز به کمک ها مختلف است، یک تعداد به خانه نیاز داره،
یک تعداد به نان آب نیاز داره، یک تعداد به البسه نیاز داره. هنوز همین کمک ها طبقه بندی نشده، اولویت به فقرایی که در حالت حاد بشری قرار دارن داده نشده. به صورت عمومی هر کی خود را مستحق و معرفی میکنه پذیرفته میشه و کمک دریافت میکنه، در حالی که ما مستحقین و فقرای بیش از حدی داریم که هنوز حتی به صورت یک باره هم نشده کمک دریافت نکرد. این نشان میده که در مدیریت کمک رسانی خلل وجود داره و مدیریت چون تا فعلا سودمند و کارآمدی لازم در قسمت کنترل وضعیت نداشته. درست آقای کارمند، علل این که تا هنوز این کمک ها درست مدیریت نشده به قول آقای یعقوبی چه است؟ سلام و درود دارم خدمت شما، خدمت همکارم در بحث و یک سلام گرم به هموطنان عزیزم. ببینید ما یک سال از حکومت طالبان سپری میشه، در ارتباط ما شاهد هستیم که یک سال از حکومت از اونا سپری میشه. ما بارها گفتیم، یک بار دیگه تاکید میکنیم، تا زمانی که شما وضعیت سیاسی افغانستان زیر کنترل نهارین، تا زمانی که شما یک ثبات سیاسی در افغانستان به وجود نهارین، به هیچ وجه شما نمیتونید به مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم افغانستان هم هست همچنان رسیدگی بکنید. از یک طرف نبود امکانات کاری در درون کشور، از طرف دیگه نبود یک پلان روشن اقتصادی در درون افغانستان و تعامل درست با جامعه جهانی و عدم کمک رسانی جامعه جهانی به طور شاید باید ما را به این وضعیت کشانده. و از طرف دیگه کمک هایی که از جامعه جهانی بر افغانستان رسیده، شما ارقام دادید که 800 میلیون دلار تنها آمریکا کمک کرده. به شما در مقایسه کمک هایی که در 20 سال گذشته افغانستان بر افغانستان صورت می گرفت، شما اگر مقایسه بکنید، این کمک های بسیار ناچیز است، چون افغانستان متاسفانه کشور مصرفی هست و در حدی هست که هر شهروند افغانستان نیازمند کمک است. ما در گذشته داشتیم در حدود 19 میلیون کسایی که اینا به کمک نیاز داشتند، و امروز کمک ها میرسه به 22 میلیون. این نشان دهنده از چی؟ از نشان دهنده از این است که کمک هایی که برای مردم افغانستان رسیده متاسفانه کمک ها در سطح بسیار پایین بوده و پلان درست هم از جانب دولت که هنوز مشروعیت نداره و هم از جانب جامعه جهانی برای کمک برای مردم افغانستان متاسفانه وجود نداشته و نداره. ولی آقای کارمند، از سوی حکومت ادعاهایی وجود دارد مبنی بر این که ما بعد این میتوانیم که افغانستان را بر اساس منابع موجود در داخل خود افغانستان سرپا نگه بداریم یا به لحاظ اقتصادی دوباره احیا بکنیم، و همچنان میگویند که وضعیت در حال بهتر شدن است، یعنی ما در حال گذار قرار داریم، که برخی از سخنگویانشان را همچنان مقامات و اطرافیانشان این سخن را میگویند. واقعا وضعیت افغانستان اکنون چه تعریفی دارد؟ ببینید طالبا مشکلشان در کجا هست؟ مشکل دیگه است که اینا بیشتر شعار میتونن تا عمل بکنن. ما با شعار نمیتونیم شکم گرسنه مردم افغانستان رو سیر بکنیم. ما باید پلان بسازیم، ما باید برنامه بسازیم، ما باید یک با دید وسیع برای مشکلات مردم افغانستان بنگریم، ما باید به طرف جامعه جهانی توجه بکنیم و جلب بکنیم کمک های از اونا را که 22 میلیون گرسنه افغانستان از فقر و از گرسنگی نجات پیدا بکنه. آنچه که یک سال گذشته سپری شد، امیال من از شما از طالبا سوال میکنم که نیروهای رزمی که در صفوف طالبا میرزمند، در قوای مسلح، در اردو، در پلیس، در امنیت، اینا پول خود از کجا دریافت میکنن؟ اینا معاش خود از کجا دریافت میکنن؟ بدون شک کمک هایی که طالبا به دست میارن، من 100% به شما میگم که یک مقدار از اینا اختصاص داده میشه به اینا. اخیرا وزیر دفاع طالبا رفت به قطر و از قطر تقاضا کرد که شما برای ما پول کمک بکنید به خاطر قوای مسلح افغانستان. اونا هنوز جواب مثبت ندادن. پس جواب مثبت از اونا که دریافت نکردن، این کمک به اینا از کجا صورت میگیره؟ از طرف دیگه شفافیت در درون تقسیم بندی کمک ها به مردم افغانستان وجود نداره. برای اینکه هنوز یک سیستم نیست، یک نظامی نیست که پاسخگو وجود داشته باشه. به این خاطر من فکر میکنم که طالبا بیشتر شعار میتن، متاسفانه به شکم گرسنه مردم، به شکم گرسنه زنان افغانستان و مردان افغانستان توجه نمیکنن. و از طرف دیگه شما متوجه باشین، خود جهان ارقام داد که 700 هزار شغل در افغانستان از بین رفته. 700 هزار شغل وقتی که از بین رفته، شما هر شغل که یک مربوط یک خانواده حساب بکنین، به او خانواده را ضرب 5 حساب بکنین، ضرب 5 بکنین، در حقیقت 3.5 میلیون باشنده افغانستان شغل خود از دست داده. طرف دیگر نیروهایی که در پای مسلح جمهوریت کار میکنند، اینا کجا هستند؟ اینا در درون خانه خود هستند، اینا پول دریافت نمیکنند. زنان افغانستان که فعلا خانه نشین شدن، در خانه هستند و شغل خود از دست دادن و در گذشته 10% اقتصاد افغانستان رهبری میکنند، اینا در کجا هستند؟ به این ترتیب شما میبینید که بخشای مهم جامعه متاسفانه فلج شده،
کمک جهانی وجود نداره، دست پایین وجود داره، از درون نظام پلان وجود نداره و این همه دست به دست هم داده به این که افغانستان بره به طرف یک فقر. و این فقر مرتان بگویم که اگر تا یک سال گذشته ما 90% فقر داشتیم، زیر خط فقر بود و امروز 97% یا 19 میلیون بود به 22 میلیون رسیده، اگر چنین ادامه پیدا کنه ما سال بعد ممکن است که ما 25 میلیون تا 26 میلیون انسان افغانستان در فقر داشته باشیم. کی پاسخگو هست؟ پاسخگو حکومتی هست که درون افغانستان وجود داره. گرفتن قدرت سیاسی ساده است، ولی کمک رسانی به مردم افغانستان. مسئله برای شما میگم که سران طالبان در گذشته سران جمهوریت در شیرپور کابل زندگی میکرد، امروز سران طالبان در شیرپور کابل زندگی میکنن. اینا که از دل گرسنه ها میان، هر کدام از اینا امکانات معیشتی دارن، زندگی میکنن مثل اونایی که در حکومت جمهوریت بودن، ولی مردم بیچاره که در فقر و در گرسنگی هستن، دقیقاً اگر پلان نشه و از طرف دیگه جامعه جهانی مقصر است، جامعه جهانی مسئول است، اخلاقا مکلفیت دارن که برای مردم افغانستان حکومت بکنن. برمیگردیم به شما آقای یعقوبیان، اونگلی که آقای کارمند گفتن بر قرار گزارش ها در هفته 32 میلیون دلار با بانک یای بی سپرده می شود و به نوع گفته می شود که بانک مرکزی هم نوع هماهنگی دارد در این کمک ها و کمک های دیگر هم می شود، از جمله همین 800 میلیون دلار ایالات متحده در طی بیش از همین 11 ماه. یا واقعا به قول آقای کارمند این کمک ها برای اعضای امارات توزیع می شود و معاشات اینان تامین می شود یا برای مردم عام؟ ببینید، در چند ماه اخیر نگرانی هم در زمینه مطرح بود که گویا که امارت اسلامی از کمک ها استفاده کرده، ای که چی نو استفاده کرده هنوز روشن نیست. ما نمیتونیم و در موقعیت قرار نداریم که با سند و مستند نیست این مسئله و ثبوت قوی و پخته هم وجود نداره که ما بتونیم با صدای بلند این مسئله رو مطرح بکنیم. ولی در کل دیده میشه شما پولی که به AIB بانک یا از آدرس بانک جهانی هفته 32 میلیون دلار یا نزدیک به میای، او کمک یکی از خوبترین کمک ها هم کمک هاست که یک مسیر مشخص داره، چون از اول شیوه مصرفش و هدف مصرف از او معلوم است که او به خاطر حفظ ثبات پولی قابل مصرف است و هفته وار از او پول در بازار لیلام میشه، کموست که نرخ افغانی در مقابل دلار کنترل شده، هرچند که نرخ قابل توقع نیست. یکی از خوبترین پول ها، یکی از خوبترین کمک ها و مؤثرترین کمک هایی که در طول 10 ماه به افغانستان صورت گرفته همون کمک است که از آدرس بانک جهانی به آدرس بانک مرکزی و نهایتاً به یکی از بانک‌های خصوصی داده میشه و در قبال او کمک مسئولیت وجود داره، پاسخگویی وجود داره و فضای نظارتی نسبت به او کمک هم خیلی باز است و روشن است که کجا مصرف میشه، چگونه مصرف میشه. امروز که شما نرخ افغانی در مقابل دلار ارزیابی میکنید، فردا قابل تغییر است یا قابل تغییر نیست، پایین و بلند شه همو پول تعیین میکنه. بله، ما بحث میشه است که در صورتی که امارت اسلامی تلاش بری داشته باشه که از پولهای کمکی که با آدرس کمک‌های بشردوستانه به افغانستان میاد و هدفش دستگیری از نیازمندان و فقرا و کنترل وضعیت باشه استفاده بکنه، مطمئنن که یک فاجعه هست و این نتنایی که مدیریت اقتصادی حکومت را زیر سوال میبره، اما شیوه حکومت داریشان را به خطر مواجه میکنه، هم قوت و قدرتمندی صدای بلندشان که آمدن ما داهی حکومت خیلی بلند و تقوی نظام را بلند میکنن، اونش از زیر سوال میبرن. چگونه یک نظام یا حکومتی که به گفته خودشان یک حکومتی که برآمده از 20 سال اشغال، برآمده از 20 سال فقر و بدبختی بوده، والا بیا هنوزم میوازه که فقر ما میزانش پایین ببره، میزان فقر بلند ببره. به این معنی است که حکومت خودشان زیر سوال میره، یک لکه بسیار ننگین و غیبی بسیار کلان به شیوه حکومت داری خودشان وارد میشه. من فکر میکنم اگر چنین باشه و این مسئله واقعا ثابت شده باشه که امارت اسلامی از کمک های بشر دوستانه استفاده جویی میکنه و در اکمالات نیروهای نظامی خودش و در اهداف شخصی خودشان استفاده میکنه، مطمئنا که میتونه روند حکومت داریشان رو به مشکل مواجه بکنه، اعتمادشان رو نزد جهان پایین بیاره و اعتماد و اعتباری که نزد نهادهای جهانی مثل بانک جهانی داره او هم به خطر مواجه بکنه. هرچند که امروزه حکومت امارات اسلامی از یک اعتماد چندانی که باید برخوردار باشه در جهان برخوردار نیست. همه روزه شما میبینید که نگرانی جهان در قسمت شیوه حکومت داری بالا گرفته، انتقادهای تندی از آدرس کشورهای مختلف در نحوه برخورد امارت اسلامی با مردم با نظام فعلا خیلی تند است، با همچین وضعیتی که کوره داغ است، با همچین وضعیتی که امارت اسلامی از این وضعیت تنگنا، از وضعیت مضیقه اقتصادی استفاده بکنه و از این کمک ها تغییر مسیر بده و به اهداف شخصی خودشان در شیوه حکومت داری خودشان استفاده بکنه، مطمئنا یک لکه کلان ننگین به حکومت اسلامی است و این میتونه برای حکومت امارت اسلامی در آینده مشکلات کلان اقتصادی مواجه بکنه. حتی اگر کشورهای حاضر شوند که به حکومت امارت اسلامی مستقیم در شیوه حکومت داریشان کمک بکنن، در اون زمان او کمک هم دچار مشکل یا چالش خواهد شد و در صورت کل حکومت امارت اسلامی اگر
به کمک های بشر دوستانه دست اندازی نمایه، مطمئنن که دستگاه اقتصادی کشور بدنام میشه، دستگاهی که در قسمت کمک رسانی نسبتاً تا چند فیصد دخیل از اونا شیوه مدیریتشون زیر سوال میره و اعتبار نتانایی که اعتبار منطقی و جهانیشان زیر سوال است. ما به این باور میرسم هم به ما حدی که تا فعلا اعتبار کافی را و مشروعیت داخلی را اینا بعد از نوره هنوزم این مسئله ضربه جدی میبینه. درست آقای کارمند، شما پیشتر گفتید که برخی از این کمک ها برای امرار معاش برخی از اعضای امارت اسلامی یا نیروهایشون استفاده بشه، حالا اینکه میشه یا نمیشه سند وجود ندارد، برای یک به جدای از این کمک هایی که در چه سطح میشه، گفتید که در سطح پایین است این کمک ها نسبت به 20 سال گذشته، درآمد هایی هم وجود دارد، پول های هم گزارش های نشر می شود که از آدرس های مختلف در ساختار حکومت درآمد وجود دارد، یعنی قرار گزارش خود حکومت در طی چند ماه نخست که یک ماه قبل این گزارش نشر شد یا نزدیک به یک ماه قبل که 24 میلیارد افغانی از چند بندر ترانزیتی اینان درآمد داشتند، همچنان شهرداری ها، وزارت مالیه و دیگر نهادهای پردرآمد حکومتی دیگر همچنان درآمد دارند و قرار گفته های مردم مالیات در این شرایط به گونه کامل از مردم اخذ بشه، حتی اگر باقیات گذشته هم داشته باشه به گونه کامل اخذ بشه. پرسش اینجاست که علارغم این قدر پول و درآمد که اکنون وجود دارد و همواره گفته میشه که میزان درآمد حکومت نسبت به گذشته بلند رفته، چرا عکس این فقر در حال افزایش است نه در حال رقمش در حال رکود؟ این پول ها به کجا به مصرف میرسد؟ خب من فکر میکنم که در قدم نخست طالبا باید ایره پاسخ بدن و پاسخ باید سریع به مردم افغانستان بدن وقتی که اینا به این پیمانه مالیات جمع میکنن و به این پیمانه آید دارن، چرا فقر در افغانستان بلند میره؟ چرا گرسنه ها بلند میره؟ چرا فرار از کشور بیشتر میشه؟ من فکر میکنم که ببینین افغانستان متاسفانه کشوری بود که در کشور مصرفی نگاه شد، با وجود که ما از لحاظ منابع زمینی کشور بسیار ثروتمند هستیم و از لحاظ کادر جوان، از لحاظ نیروی جوان بسیار زیاد کشوری هستیم که امکانات بیشتر داره. 60 تا 70 درصد نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده، ولی متاسفانه ما هنوز هم در فقر هستیم، هنوز هم در گرسنگی هستیم. من فکر میکنم دلیل عمدهش دیگه است که پیشتر رو من خدمت شما عرض کردم، حالا به سریع بر شما میخوایم بگویم که دلیل عمدهش است که افغانستان نتانسته که یک ثبات سیاسی در درون افغانستان به وجود بیاره. یک دولت پاسخگو وقتی که ایجاد نشه شما نمیتونین مشکلات معین اقتصادی رو حل بکنین. من فکر میکنم طالبان در قدم نخست باید نه تنها که با مردم افغانستان آشتی میکنن، یک حکومت مشروعی ایجاد میکنن، باید یک حکومتی رو ایجاد کنن، یک نظامی رو ایجاد بکنن که پاسخگو باشه بر خواستهایی که جامعه جهانی از افغانستان داره. این خواستار رو ما بارها مطرح کردیم، من نمیخوام این یک بار دیگه مطرح بکنیم. بارها این خواستار هر کدام ما میدونیم. وقتی که ما رفتیم به طرف یک تعامل با جامعه جهانی، اینجاست که جامعه جهانی وارد یک کمک بر مردم افغانستان میشه. امروز متاسفانه کمک هایی که برای مردم افغانستان میرسه، من بیشتر به شما گفتم و شما گفتین که ما فاکت هایی نداریم یا اسناد در اختیار نداریم که این کمک ها مثلا به قوای مسلح طالبان یا نیروهای رزمی طالبان مصرف میشه، ولی سوال اینجاست که این نیروهای رزمی طالبا مصارف خود از کجا به دست میاره؟ واضح هست که یک مقداری پول ها اونجا میره، یک مقدار هنوز متاسفانه جامعه ما در درون فساد است. نظامی که در 20 سال گذشته در فساد مالی غرق بود، اونمون نظام هنوز هم در درون افغانستان حاکم هست. درست است که طالبا آوردن آمدن و شعار دادن، ولی شما فکر نکنید که طالبا خارج از فساد نیستن، اینا هم شامل فساد ولی گفتن هست. فساد را زودودیم. خب این شعار است بیشتر، ما نمیتونیم که بگویم وقتی که اینا فساد زودودن خیلی، پس چرا فقط در درون افغانستان بلند میشه؟ چرا مردم افغانستان به خاطر گرسنگی افغانستان رو ترک میکنن؟ چرا جوانان افغانستان و بیکار از من پیشتر یک رقم بر شما دادم که اینجا رقم است که جامعه جهانی رو مطرح کرده که 700 هزار شغل در طول یک سال در افغانستان از بین رفته. چرا این از بین رفته وقتی که چنین هست؟ پس معلوم میشه که در درون افغانستان هم فساد وجود داره، متاسفانه که فساد حکومت قبلی نهادی نساخت و هنوز این فساد پای بر جا هست، و از طرف دیگر برای بیرون رفت از این طالبا هنوز برنامه کلان اقتصادی روی میز ندارن. این بارهای مطرح شده که چرا طالبا تا هنوز نتونستن یک برنامه کلان اقتصادی رو مطرح بکنن برای مردم افغانستان و برای جامعه جهانی و برای سیاست خود. ما فشرده میخوایم خدمت شما عرض بکنم این است که تا زمانی که ما یک تغییر سیاسی مثبت در درون افغانستان به وجود نیاد و طالبا اعلان کردند که ما با نیروهای تروریستی هیچ سر کار نداریم، ولی رهبر القاعده در کابل کشته میشه، بخواین نخواین این سر وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر داره. قیمت زیر کی میپردازه؟
قیمت تقریبا متاسفانه مردم افغانستان میپردازند. مردمی که گرسنه بودن، گرسنه هستند و متاسفانه گرسنه باقی میمونند. این سیاستمدارا میان و میرن ولی بیشتر به نفع گروه و سیاست خود عمل میکنند تا به نفع افغانستان. برمیگردم به شما آقای یعقوبی. وزارت اقتصاد همواره گفته که ما برنامه‌ای برای بهبود وضعیت داریم. ولی اگر این برنامه‌های وجود دارد، چرا حداقل در طی 7 ماه 8 ماه چنین اظهارات داشتند؟ چرا وضعیت بهتر نمیشه و وضعیت اقتصادی که همان بحران تعریف میشود افغانستان بیرون نمیاد؟ ببینید متاسفانه وزارت اقتصاد و سایر وزارت‌های دخیل در قضیه بحران اقتصادی افغانستان این روزا مصروف برنامه‌های کلان اقتصادی است که در حالت استقرار یا حالت فوری که مثل افغانستان داره به هیچ صورت از دید اقتصاد قابل توصیه نیست. فعلا بیشتر فوکس یا توجه نهادهای مسئول مثل وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت مالیه که بیشتر دخیل نیست در قضای اقتصاد، بیشتر توجه از اینا روی جلب حمایت‌های بین‌المللی در قسمت پروژه‌های کلان منطقه است و تلاش دارن که زمینه تطبیق پروژه کلان منطقه را فراهم بکنن. سفرهایی هم که اخیراً صورت می‌گیره، ملاقاتایی هم که اخیراً است، کنفرانس‌های مطبوعاتی هم دایر میشه، همش بیشتر از 90% 95% روی پروژه کلان میچرخه که در حالت اضطراری، در حالت بحرانی اقتصادی به هیچ صورت نمیتونه به همچین وضعیت قابل استفاده باشه. متاسفانه شما ببینید پروژه کلانی که وزارت اقتصاد پیش گرفته و برنامه‌ای هم که دعوا میکنه که ما برنامه داریم و برنامه‌شون کش برنامه‌ای است که در 4 5 سال نتیجه اقتصادی نداره. اگر نتیجه هم بده دچار یک سلسله پرسش‌های دیگر هم است. برنامه‌های کلانتری که در 3 سال، 4 سال، 5 سال نتیجه نداشته باشه و در وضعیت اقتصادی افغانستان تغییر مثبت وارد نبکنه، ما گفته نمیتونم که یک برنامه کارآمد اقتصادی گذشته از این نتایج این برنامه‌های وزارت اقتصاد. معادن افغانستان همچنان استخراج می‌شود. به ویژه زغال سنگ افغانستان گفته میشه به شکل بی‌رویه. حداقل پول‌هایی که درآمد حکومت آنبار می‌شود، چرا موثریت ندارد؟ ببینید یک بحث خیلی واضح است که معادن افغانستان هم به نظر حکومت و هم به نظر کشورهای منطقه و هم به نظر کشورهای ابرقدرت که از لحاظ معادن شناسی و از لحاظ استخراج معادن حرف اول را میزنن و توجه دارن که روی معادن افغانستان باید سرمایه‌گذاری بکنن، از استفاده از پول معادن در کوتاه مدت نمیتونه قابل تصور باشه. تنها موردی که این روزا خیلی بالا گرفته استفاده بی‌رویه یا استخراج زغال سنگ و صادرات با یک مقدار خیلی هنگفت و غیر سیستماتیک که به هیچ صورت قابل پیش بینی نبود امروز با پاکستان صورت میگیره و از منابع عایداتی هم که انتظار داریم در کنترل وضعیت استفاده شه. مطمئنا اون پول است که میگه از آدرس وزارت معادن بعد اسمیه، از قراردادی که وزارت معادن با شرکت ها کرده بعد اسمیه، از اون پول مستقیما در شیوه حکومت داری استفاده میکنن، در نوی حکومت داری استفاده میکنن. وقتی که پولی که با آدرس حکومت اومد و حکومت برای کنترل وضعیت اقتصادی برنامه در نداشته باشه، مطمئنا اون هم نمیتونه تاثیر چندانی داشته باشه. مشروط بر این که یک طرح جامع کامل فراگیر و همه‌جانبه اقتصادی که هم طرف موانع و چالش های اقتصادی رو در بر بگیره و بحث بکنه و راه حل براش پیدا بکنه و هم طرفی که سیاست افغانستان که اقتصاد افغانستان رو در گرو گرفته و رابطه تعریف ناشده اقتصادی و سیاسی جان باعث شده که یکی از عوامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان باشه، روی این طرح کار شود و از متخصصین و از کارکشته های اقتصادی دعوت به عمل بیاد تا در همچین یک وضعیت طرح کارآمد و مفید خود را بیرون بدن تا بتونه در کنترل وضعیت اینا بتونه نقش بازی بکنن. در صورتی که فکر میکنه چون اراده ای وجود داره در حکومت، امیدواری بر این میره که حکومت امارات اسلامی اراده را در خود تقویه بکنه، روحیه پذیرش کادرهای متخصص که غیر از حکومت امارات اسلامی را بلند ببره. بحران تنها امیدواری نسبت به حکومت میتونه چاره‌ساز باشه. در این شک نیست که حکومت امارات اسلامی یک نقش بسیار کلان در کنترل وضعیت داره، در قبال نقش مسئولیت داره، باید پاسخگو باشه. وقتی جغرافیا رو کنترل میکنه، تسلط کامل از لحاظ سیاسی به جغرافیا حاصل میکنه، هر حالتی که از لحاظ اقتصادی باشه، از لحاظ فرهنگی اجتماعی و سیاسی باشه، مسئولیت درجه یک حکومت امارات اسلامی است. در این شک نیست که حکومت امارات اسلامی این روزها باید بیشتر و نهایتا تلاش خود را خرج بده در کنار این که برنامه‌های مدون و مفید و کارآمد اقتصادی طرح بکنه برای کنترل وضعیت، جلب حمایت و همکاری خارجی را فراموش نکنه. در قسمت تعهد گرفتن از کشورهای منطقه برای کنترل وضعیت اقتصادی افغانستان باید هر چه زودتر اقدامات جدی به کار بگیره. با توجه به این جو سیاسی و این رخدادهایی که اتفاق می‌افتد، کسب اعتماد یا تعهد از کشورهای منطقه و جهان و سازمان‌های معتبر که تمویل مالی می‌کند پروژه‌ها را ممکن است؟ مطمئنن که این امر محتمل و ناممکن به نظر میرسه، ولی این اراده میخواه، مدیریت میخواه، مدیریت و تدبیر سیاسی میخواه که چی کار شی و بتونن این طرفهای جهان را کنند. اراده وجود دارد.
در این شکی نیست که اینا حتما تلاش خود را میکنن، ولی اینکه طرف اعتماد کشورهای منطقه قرار نمیگیرن، طرف اعتماد کشورهای جهان قرار نمیگیرن، این بحث جداست. اینا معلوم است که با ارادهشان، در کنار ارادهی که دارن، در کنار روحی کمک و روحی مدیریت در وضعیت افغانستان را دارن، یک اندازه نرمش و انعطاف سیاسی با کشورهای جهان نیاز است که با حکومت امارت اسلامی در خود داشته باشه. بدون نرمش انعطاف سیاسی، گذشت از بعضی محدودیت های فرا قانونی و فرا مشروعی نظامی سیاسی و اقتصادی، ما نمیتونیم اراده را در خود تقویت بکنیم و اراده هم باعث نمیشه که ما طرف قناعت و طرف اعتبار جهان قرار بگیریم. ممنون از شما. بانوان جنبدی، آقای کارمند، قرار گزارش سیگر که پیش از این نشر شده بود که 18 میلیون انسان در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه است، اکنون در این گزارشش گفته شده که 92% با کمبود مواد غذایی مواجه است. با توجه به این روند اقتصادی 11 ماه یا نزدیک به یک سال حکومت کرونی و این کارشوه مبهمه که حکومت در کال، شما هم گفته که مبهم است، دارد، 6 ماه بعد یا یک سال بعد وضعیت اقتصاد مردم افغانستان یا در کل افغانستان چگونه خواهد بود؟ سه دلیل ما در اینجا ما را آورد. یکی حکومت جمهوریت که در فساد مالی و پولی غرق بود و شکست خورد. یکی جامعه جهانی بود که متاسفانه با میلیاردها دلار آمد ولی زیربنای اساسی اقتصاد در افغانستان نساختند، تعداد درست نگذاشتند، پول اختیار دزدا گذاشتند، دزدا با پول فرار کردند، رفتند و مردم افغانستان در فقر ماند. دلیل سومش حکومتی است که پس از 15 اگست در افغانستان آمده که حکومت طالبا هست. که ما با صریحا برای شما گفتم که متاسفانه این حکومت همچنان نتونسته مشروعیت سیاسی به وجود بیاره و این دلیل شده که ما در این وضعیت هستیم. اگر وضعیت امروز ما و چنین وضعیتی که ما قرار داریم ادامه پیدا بکنه، ما با صراحت برای شما میگم که در 6 ماه و در یک سال گذشته شما بدتر از امروز میباشید. برای اینکه شما، ما یک نمونه برای شما میخوایم عرض بکنم. اخیرا کنفرانس وجود داشت در تاشکند، یک تعداد کشورها آمدن اونجا سخنرانی ها کردن. کنفرانس تاشکند یک کنفرانس فوق العاده، یک نمایش و یک مسحک میخوانم. برای اینکه جامعه جهانی، مردم جهان میفهمند که 92% مردم افغانستان گرسنه هستند، چه برنامه مشخص برای کمک به مردم افغانستان داشتند؟ هیچ. آمدن سخن زدن، گفتن، رفتن. و ما تقاضای ما هی است که دو فاکتور اومده، یکی طالبان باید تغییر سیاسی به خود بیارن، یکی هم جامعه جهانی افغانستان با دیدگاه ببینن و افغانستان از این فقر نجات بدن. سپاس از شما صمد کارمند آگاهی امور اجتماعی و شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی. و این بود برنامه محور امشب. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و با امید آینده بهتر.